سلام و درود، با ما همراه باشید با این بخش از اخبار کوتاه فارسی. با سپری شدن یک ماه از بازداشت 5 شهروند اهل شهرستان دیواندره به نام های دلیر شاه محمدی، امجد مرادی، زانیار مرادی، تورج حبیبی و احمد صادقی، علی‌رغم پیگیری های مداوم خانواده آنها، هیچ خبری از سرنوشت آنها در دست نیست. با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد هنگاو طی تیر ماه 1400 خورشیدی، دست کم 97 مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شده است که بدین شرح می باشد. قربانی شدن 26 کولبر، اعدام 10 شهروند کرد، مرگ یک زندانی زیر شکنجه، کشته شدن یک شهروند مدنی، کشته و زخمی شدن 6 شهروند در اثر انفجار مین و ادوات جنگی، بازداشت 40 شهروند، صدور یک حکم اعدام و 33 سال حبس برای 8 فعال، مرگ 5 کارگر در حین کار. طی تیر ماه 1400 دست کم 20 شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان به زندگی خود پایان دادند. بر طبق این گزارش طی ماه گذشته 9 زن و 11 مرد به زندگی خود پایان دادند که 6 نفر از آنها 3 دختر و 3 پسر زیر 18 سال بودند. بیشتر موارد خودکشی به دلیل مشکلات خانوادگی و فقر بوده است. روز پنجشنبه 31 تیر 1400 یک کارگر اهل سردشت با هویت خضر موساپور در حین کار و به دلیل سوانح کاری جانش را از دست داد. سازمان عفو بین الملل تعداد کشته شدگان اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان را دست کم قریب به 10 نفر اعلام کرد. صدا و سیما جمهوری اسلامی هم کشته شدن یک جوان در اعتراضات استان لرستان با هویت امید آذرخوش 23 ساله را تایید. همچنین عفو بین الملل هویت کشته شدگان خوزستان را بدین ترتیب اعلام کرده است. مصطفی نعیماوی در شادگان، قاسم خزیری در کوت عبدالله، عیسی بالدی و میثم اچراش در شهرک طالقانی ماهشهر، حمزه فریساد در اهواز، مهدی چنانی در شوش، حمید جوکاری در شهرک چمران و هادی بهمنی در ایزه. بیش از 230 وکیل دادگستری با انتشار بیانیه از اعتراضات مردم خوزستان حمایت کردند. در بخشی از بیانیه مذکور آمده است اینکه مردمان کهندیاری همچون خوزستان که همیشه در بزنگاه‌های تاریخ سپر بلای ایران و ایرانی بودند، این چنین از حقوق اولیه خود محروم شوند، به خودی خود ناقض کرامت انسانی آنهاست، چه رسد به آنکه پاسخ مطالباتشان به جای عذرخواهی مسئولان و تلاش در رفع عاجلانه مشکل کمبود آب، سرکوب و تیراندازی باشد. آیا جزای تحمل سالها رنج ناشی از جنگ و خرابی و محرومیت و تشنگی سرکوب است؟ ممنونم که بیننده ما بودید. بدرود.